الله اکبر. سوره مبارکه بقره که می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید به واسطه صبر و صلاح، یعنی به واسطه صبر و نماز از خدای تعالی کمک بخواهید، قطعاً خدای تعالی با صابرین هست. در جلسه گذشته بحثی رو شروع کردیم پیرامون اهمیت نماز، در واقع در بین مجموعه مباحث نماز که از معنای لغوی شروع کردیم و معنای اصطلاحی و چگونگی وجوب نماز، رسیدیم به بخش دیگری از این مجموعه به نام اهمیت نماز. در باب اهمیت نماز از قرآن کریم و روایات و احادیث مواردی رو خدمت دوستان عرض کردیم، متاسفانه در یک جلسه جمع نشد و در این جلسه سعی بکنیم که موارد دیگری رو هم که بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض بکنیم و بعد انشالله در جلسات بعد به یاری خداوند متعال به مبحث‌های دیگر مباحث کلی نماز بپردازیم. در باب اهمیت نماز دو بخش رو ما داریم. یه بخش بخشی است که صرفاً اهمیت نماز رو میرسونه که نماز از دیدگاه خدای تعالی، از دیدگاه قرآن کریم، از دیدگاه روایات چه اهمیتی داره. بخش دوم بخشی است که کیفر و مجازات تارکین و ترک کنندگان نماز، سبک شمارندگان نماز، کاهلان نماز، تضییع کنندگان حق نماز، اونها رو بیان می‌داره. این جلسه با یک حدیث از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام شروع می‌کنیم که حضرت فرمودن که مبادا سرگرمی به چیزی از امور دنیا شما رو از انجام نماز در وقتش باز داره. یعنی اینکه شما کاری نداری، عذری نداری،
برای خوندن نماز در اول وقت خودش و کارهایی که هست، کارهایی است که بعضی عرض به خدمتتون که حتی انجام دادنش مستحب هم نیست، بعضی وقتا مباح هم نیست، یعنی یه کاری است که به قول معروف انجام دادنش و خدای نکرده معصیت خداوند متعال هست. ما مشغول همچین کاری خدای نکرده هستیم. حضرت می‌فرماید که امور دنیا کلن، حالا یه کاری باشه که حتی مثلا کار خوبم هست شما داری انجام میدی، اما نماز چون مهمترین عبادت در اسلام هست، اون سرگرمی، چه سرگرمی خدای نکرده بد باشه چه سرگرمی خوب باشه، می‌فرماید که شما رو از انجام نماز در اول وقتش باز نداره. مبادا سرگرمی به چیزی از امور دنیا شما را از انجام نماز در وقتش باز داره. بعد حضرت می‌فهمد خداوند متعال در قرآن کریم اقوامی رو به خاطر همین مطلب سرزنش کرده و می‌فرماید ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نمازشون سهو می‌کنند. سهو می‌کنند منظور این نیستش که اینها در نمازشون اشتباه میکنن، چون هر کسی ممکنه پیدا بشه، یک کسی یا کسانی پیدا بشن که در نمازش اشتباه میکنه، بالاخره مسیر درست کردن اشتباه هم فقها مشخص کردن، شک میکنه بین دو و سه، بین سه و چهار، عرض به خدمتتون که بعد از سجدتین، قبل از سجدتین، بعد از تشهد، بعد از سلام، قبل از سلام، یادش میره که سوره حمد خونده یا نخونده، امثال این کارها. اینه که این برگشت داره، جبران داره. اما اون سهوی که در این آیه شریفه میفهمد وای بر نمازگزارانی که در نمازشون سهو میکنن، حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد آنان که غافل بوده و نسبت به وقتهای نماز سهلنگار هستن، یعنی نسبت به اوقات نماز سهلنگاری میکنن و آن را سبک میشمارن. این در تفسیر برهان هست، جلد 4 صفحه 511. خود امام صادق علیه السلام هم در ذیل همین آیه حضرت می‌فرمایند اونجا که آن کس که بدون عذر نماز را از اول وقتش تأخیر بیندازد، این کسی است که مشمول این آیه شریف است، یعنی مصداق الذین هم عن صلاتهم ساهون هست، سهل انگاری کرده، سستی کرده. این وای بر اون نمازگزاران، یعنی منظور وای بر چنین افرادی. یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام هست به نام یونس. از اون حضرت سوال میکنه که آیا منظور از سهو در نماز وسوسه شیطان هست؟ یعنی شما وقتی مشغول نماز میشی، خیلی ها میانی سوال میکنن که آقا شیطان میاد تو نماز ما وسوسه میکنه، ما رو یه چیزی میگه به ما، تو ذهن ما یه چیزی مرور میشه. این آقای یونس از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آیا منظور از سهو در نماز که میفهمد ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این ساهون که خدا ویل رو بر اونها قرار داده، آیا منظور ایناست که شیطان وسوسه شون میکنن که موجب حالا فراموشی تو نماز میشه، یادش میره، حواسش پرت میشه؟ حضرت فرمود نه، منظور این نیست، زیرا هر کسی امکان سهو در نماز رو داره، هر کسی در نماز شیطان نجوا باهاش میکنه، هر کسی نماز ممکنه که شیطان باهاش نجوا کنه، حواسش رو پرت کنه، نمازش به هم بخوره، غیر از معصومین. این منظور نیست، ساهون اینها نیستن. ساهون چه کسانی هستن؟ حضرت فرمود منظور اون کسانی هستن که از نماز غافل بشه، به طوری که بر اثر غفلت در اول وقت نمازش رو نخونه و انجام نده بدون عذر. این میشه ساهم. اینم در برهان جلد 4 صفحه 511 است. بعد خود پیغمبر فرمودن که لیس منی من استخف بصلاته، از من نیست کسی که نمازش را سبک بشمارد. بعد خود حضرت در ادامه فرمودن سوگند به خدا چنین کسی در کنار حوض کوثر
بر من وارد نخواهد شد. حالا داشته باشید شما اینها رو ببینید، ما اگر اینها رو گوش بکنیم و بهش عمل نکنیم، معلومه که ریشه کار که ریشه اعتقادی است و بنیاد اعتقادی است خراب هست، باید اونجا رو ترمیم کرد و فرصت ها هم برای ترمیم و تصحیح داره از دست ما میره. ما باید اینها رو بدونیم چیه، ساهون چه کسانی هستن، خدا ویل رو بر اونها قرار داده، غفلت از نماز چه عقوبتی داره. محمد ابن فضیل از امام کاظم علیه السلام میپرسه که منظور از سهو در آیه الذین هم عن صلاتهم ساهون چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود هو تضییع، کسی که نماز رو ضایع میکنه، حق نماز رو به جای نمیاره، نماز رو ضایع میکنه، از بین میبره. حالا در ادامه بحث یا این جلسه یا جلسات آینده بهتون عرض میکنیم که اصلا خوندن نماز کامل چیه، خوندن نماز ناقص چیه. این هم در فروع کافی جلد 3 صفحه 268 هست. بعد امام باقر، امام پنجم علیه السلام، میفهمند که یه روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شد، یه شخصی رو دید که با شتاب زدگی داره نماز میخونه. الحمدلله همچین آدمایی تو مسجدهای ما پیدا نمیشه که با شتاب زدگی نماز بخونه، یعنی تونتون الله اکبر تونتون بگه، بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بخون 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 بخونه بخونه تا اینکه یه نفس سوره حمد رو میخونه، نصف نفس هم سوره قل هو الله رو میخونه. عرض به خدا هنوز تکبیر رو نگفته، قیام متصل به رکوع به جا آورده نیورده، میره برای رکوع، هنوز رکوع رو ذکرش رو گفته نگفته، بلند شده کامل نایستاده برای سجده میره. بعد همین فرد تازه میگه که وقتم خیلی کم هست، یعنی نمیرسم، من الان کار خیلی زیادی دارم، چون اینجا توجه دارید یکی از ایالت‌های ژاپن هست، ما همه از دقایق وقتامون داریم مثل ژاپنی‌ها استفاده میکنیم، وقت نداره، کار هم خیلی زیاده، خیلی کار ریخته، بیکار هم ما نداریم. این آقا میگه که آقا من وقت ندارم، تازه اینجور که داره نماز میخونه، اگر به جماعت من تو مسجد بخونه، میگه نماز ظهر یا عصر آقاست، مثلا میگن نماز ظهر آقاست، دوتا یکی میکنه میخونه دیگه، ببینین چه خواهد شد. حضرت محمود که روز پیغمبر وارد مسجد شدن، دیدن که یک شخصی با شتاب زدگی داره نماز میخونه، این همین تعریفی که من برای شما کردم، و با رکوع و سجود ناقص آن را انجام میدهد، حضرت فرمود عمل این شخص مانند نوک زدن کلاغ بر زمین برای برچیدن دانه است، یعنی اینجوری داره نوک میزنه. حتی بعضی وقتا خدا پدر کلاغه رو بیامرزه، یعنی حیوان نوکی که میزنه این دانه رو باید بشکافه، بزرگ باشه برای دهانش، تأمل کنه تا اینو برداره از زمین. بعضی وقتا کسی که به سجده میره انقدر تون میره که واقعا حرکتش قابل فیلم برداری هم نیست، یعنی فیلم جا میمونه از حرکت این شخص. دیدیم میگه سرعت فلان بازیکن چقدر زیاده که ما نمیتونیم این رو بگیریم. تو والیبال مثلا میبینی که طرف یه آبشار میزنه، میگه آقا سرعتش انقدر زیاد بود فیلم نتونست اینو بگیره. بعضی وقتا حرکت فرد در نماز خوندن تو سجده آنچنان این به مهر سر میسایه بلند میکنه، انقدر این سرعت داره که فیلم بردارم نمیتونه این فیلمو بگیره از زور سرعت بالای این شخص. واقعا باید اینها رو دید و تو گینس نام اینها رو ثبت کرد با این نماز خوندن. از کلاغ هم سرعتش زیادتره، ولی پیغمبر اون شخص دید. حضرت فهمود که این مانند نوک زدن کلاغ بر زمین برای برچیدن دانه است، عمل این شخص اینجوریه. بعد حضرت فرمود اگر این چنین شخصی با چنین نمازی بمیره و از دنیا بره، قطعاً خارج از دین من پیغمبر مرده است. اینم باز در فروع کافی جلد 3 صفحه 268. از امام صادق علیه السلام حضرت می‌فرماید که من ترک صلاة العصر غیر ناس لها حتی تفوته و تره الله اهله و ماله یوم القیامه،
این حدیث در ثواب الاعمال صفحه 207 و صفحه 209 هر دو ذکر شده. حضرت میفرماید هر کس نماز عصرش رو ترک بکنه، یعنی عمدن ترک بکنه نخونه تا قضا بشه، بدون اینکه فراموش کرده باشه، حضرت فرمود خداوند متعال در قیامت خیشان و بستگان او و تمام اون چه که این با خودش تو قیامت از نظر عمل تونسته بیاره همه رو از او دور میکنه و او رو تنها میگذاره، کاری با کارش نداره. در ساعت و زمانی که طرف نیاز مبرم به یک انیس و مونسی داره، به یکیست که از او دفاع بکنه و پشتیبان باشه، در چنین لحظاتی خدای تعالی تنهاش میگذاره. بعد پیغمبر فرمود هر کس عمدن نمازش را ترک کند، ظهر، عصر، صبح، صبح بلندش میکنن، بلند میشه نماز، میفهمه که الان وقت نمازه، بلندش هم کردن، میگه هون هون، دوباره میخوابه، من بلند میشم، دوباره بلندش میکنن، سه باره بلندش میکنن، داد میزنه، بعضی وقتا بد اخلاقی میکنه، بعضی وقتا حرف بد میزنه به مادرش یا پدرش یا کسی که او رو بلند کرده، میگه آقا به شما چه، اصلا من نمیخوام نماز بخونم، میخوابه، عمدن نمازش رو ترک میکنه. این ترک کردن ها استمرار پیدا میکنه، کار به جایی میرسه، خانوم زنگ میزنه میگه شوهر من داره میره شبا هیئت، البته هیئت هم نمیگن، اینا میگن هیئت، هیئت میره اونجا خرج داره میده، کلی پای دیگ داره زحمت میکشه، تازه نظرم داره، میره حلیم هم میزنه، به 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 به، آش ما داریم شلقلمکار روز تاسو عاشورا داریم میدیم، اونم رفته به هم میزنه آش شلقلمکارو، اونم به به داره، گوسفندش هم حتما کشتن درسته انداختن تو دیگ که این آش شلقلمکار رو بپزن بدن بخوره، این داره آش میخواد به هم بزن، بعد زنگ زده چی بگه خوبه، میگه این دو رکعت نماز نمیخونه و تو برای امام حسین آش به هم میزنه، حلیم به هم میزنه، خب این امام حسین رو مسخره کرده دیگه. خب غیر مسخره کردن شما چه اسمی براش میذاری؟ سیاه برای امام حسین میپوشه، شبا میره هیئت ما داریم، ما خودمون خرج میدیم، اصلا امام حسین اینها رو از تو نخواسته. ما یه بحثی در شبای آینده، جلسات آینده داریم به نام بحث عبادت، که اصلا عبادت چیه و خدا چی اما خواسته، اونو لابلای نماز حتما باید بحث بکنیم، نمیشه از روش رد شی. خب چی خواسته امام حسین از ما؟ امام حسین اصلا خرج نخواسته ما بدیم. یک دونه حدیث شما بیارین که امام حسین از ما خواسته باشه ما قضا بدیم، قضا بپزیم، به مردم قضا بدیم بخورن به خاطر عاشورا تاسوعا. نه اینکه بگم این کار بدیه حرومه ها، نه، اطعام کردن اگر با نیت خوب باشه ثواب هم داره سر جای خود، ثوابش هم خوبه، مردم هم اطعام بشن، اگه نیتش هرچی خلوصش بیشتر باشه آدم فضیلت بیشتری، اما یک شرط داره، این اطعام کردن اینا که فرع این مسائل هم نیست، خیلی مسئلهش عقبتر از این حرف هاست، باید بعد از واجبات دین باشه نه قبل از واجبات دین. اول من نرم اینا رو انجام بدم بعد بگم حالا بعدها یه وقتی نمازم پیش اومد میخونی، الان برای امام حسین من نوکر امام حسینم، بابا امام حسین داره فریاد میزنه من همچین نوکری نمیخوام، باید برم کیو ببینم؟ نمیخوام این نوکر، من نوکر نماز نخون نمیخوام، من نوکری که حرف منو گوش نمیکنه نمیخوام، کیو باید برم ببینم؟ میگن آقا نه ما نوکر شما هستیم. حضرت فرمود هر کس عمدن نمازش را ترک کند باید این رو بدونه. چی رو؟ که بر در جهنم یک لیستی نوشته شده، اون لیست نام تمام اون کسانی است که در دنیا نمازشون رو عمدن ترک کردن، نامش نوشته شد، و این وقتی نامش بر در جهنم نوشته شده پیغمبر فرمود از کسانی است که این داخل جهنم میشه، یعنی چون نامش نوشته شده بهش میگن آقا بفرمایید نام سردر جهنم نوشته شده باید بری داخل جهنم، هیچ برو برگردی نداره. اینم در کنز الامال جلد 7 صفحه 1000 و در واقع 190 صفحه 190 در جامع الاخبار صفحه 87
از پیغمبر اکرم. حضرت فرمودند لا تزیئوا صلاتکم فان من زیأ صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان لعنهم الله و اخزاهم. حضرت فرمودند که مبادا نمازتون رو ضایع بکنید، یعنی نذارید از اول وقت نماز به تأخیر بیفته بدون عذر شرعی، مبادا تأخیر بندازید، مبادا انقدر به تأخیر بندازید که نماز بگذره وقتش. بعضی هم چی میکنه؟ آقا نمازت خوندی، مادره یا پدره یا هر کی مثلا به بچهش، حالا که اصلا یا خود بالعکس هم شده، یعنی دختره داره چادر سرش میکنه، آمده به ما میگه مادرم نمیذاره من چادر سرم کنم، پسره داره نماز میخونه میگه بابام گفته تو خونه من حق نداری نماز بخونی. حالا ما باید بگیم بچه ها، تو مثالمون بالعکس کنیم، بگیم مثلا بچه داره به باباه میگه نماز بخون یا به مامانه میگه نماز بخون، حالا فعلا همون قدیمیشو میگیم، یعنی پدره یا مادره یا یکی دیگه به این میگه آقا مثلا نماز تو بشو بخون، میگه میخونم، حالا میخونم ظهر قضاش، عصر قضاش، مغرب، اینا میگه کی میخونیم، میگه همه رو جمع میکنیم یه جا میخونیم. تو یه دونه یه دونهش رو نمیخونی، کجا میخوای اینا رو جمع کنی یک جا بخونی؟ لا تزیئوا صلاتکم، معنی بعدش چی؟ که حالا بعدا تو بحثهای بعدی عرض میکنیم، نماز رو مچالش نکنید، داغونش بکنید. اگر میخونی درست بخون، 5 دقیقه میخوای برای پروردگارت وقت بذاری، اون 5 دقیقه رو درست برنامه ریزی کن، درست وقت بگذار. چرا خرابش میکنی اون 5 دقیقه رو؟ چرا مثل کلاغ نوک بر زمین میزنی؟ فَإِنَّ مَنْ زَيَّ أَصَلَاتَهُ، کسی که ضایع کنه نمازش رو، با هارون، معذرت میخوام، با قارون، با فرعون و با هامان که خود حضرت لعنتشون کرده، میفهمن لعنهم الله و اخزاهم، یعنی خدا بدبختشون بکنه اینها رو و لعنتشون بکنه، با اینها محشور خواهد شد. فرعون رو که میشناسی، 400 سال عمر کرده، نزدیک به 40,000 طفل رو کشته که موسی علیه السلام توش نباشه، با فرعون محشور میشه. هامان کیه؟ هامان مشاور جونجونی فرعون بود، خب خط خطوط ها و ربطار هم اون بهش میداد، خط و ربطار هم اون بهش میداد که شما خدا هستی، اصلا کنار کوتاه نیا، فلان، اینم بکش اونم بکش. قارون کی بود؟ قارون هم فامیل حضرت موسی علیه السلام بود، ولی اموال زیادی داشت، از اینایی که اموالشون رو جمع میکنن و هر شب میشمرن اموال رو و نه خودشون خرج میکنن نه به دیگران میدن، همین گنج ها رو هم میذاشت که شما هی شنیدید گنج قارون، یعنی هی پولا رو جمع میکرد رو هم میذاشت، خیلی شد، خیلی ثروت عجیبی به هم زد. در یک جا هم خودش با ثروتش، در روایت داره که آیات قرآن رو تلویحا تایید میکنه این قضیه رو، دارد که خودش و ثروتش در زیر زمین به نفرین حضرت موسی علیه السلام فرو رفت، خودش با ثروتش رفت تو دل زمین فرو. حالا هم سالهاست اسرائیلیا از رو خود همین قرآنی که به ما میگن یه وقت نخونیدشا، اینها مال امولاست، خودشون دارن همین قرآن میخونن، ارو آیه قرآن گنجهای قارون رو تا حدودش رو پیدا کردن، از زیر زمین دارن میارن بیرون مصرف میکنن. حضرت محمود با قارون و فرعون و هامان محشور میشه. و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. حضرت محمود این حق و خدای تعالی داره که او رو در روز قیامت با منافقین محشورش بکنه. منافقین هم که همه شما میدونین جاشون کجاست، فدر کل اسفل من النار، 7 طبقه جهنم داره، طبقه زیرین و کثیف‌ترین طبقش، دردناک‌ترین طبقش، طبقه ایست که مخصوص منافقین حسب آیه قرآن کریم. فرمود با منافقین محشورش میکنه. فالویل لمن لم یحافظ صلاته، پس پیغمبر فرمود پس وای بر کسی که نگهبان نمازش نباشه.
نمازش رو نپاد، متوجه نمازش نباشه، حواسش جمع نباشه که نمازش ضایع نشه. بعد امام صادق علیه السلام در تفسیر قمی صفحه 371 اونجا نقل میکنه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، حضرت میفرماید، پیغمبر میفرماید وقتی که من در معراج به آسمان ها رفتم که در دو جلسه گذشته توضیح مختصری پیرامون معراج دادیم برای شما، حضرت میفرماید وقتی شبانه به آسمان برده شدم به اقوامی عبور کردم که سرهایشان را در دوزخ با سنگ ها میکوبیدند. یعنی یک عده خازنین، یعنی خازنین یعنی مأمورین شکنجه جهنم، بهشون میگن خازن، کسانی که شکنجه جهنمیان رو بر عهده دارن، اصلا اینها در دلشون رحم آفریده نشد. وقتی اهل دوزخ به اینا میگن که بر ما ترحم بکن، میگه اون کسی که ارحم الراحمین هست به تو ترحم نکرده، از ما که اصلا در ما رحم نیافریده چه توقعی داری؟ چون خدا خلقش کرده اصلا در وجود این خصلتی به نام رحم خلق نکرده. اینها خازنین جهنم هست. میگه وقتی که دارن حضرت محمود وقتی که اینا داشتن شکنجه میکردن، من دیدم اونجا تصویری از این افراد رو به من نشون دادن، یک پیش صحنه ای رو به من نشون دادن. گفتم این چیه این تصویری که دیدم؟ سنگ های رو از تو دوزخ اینا برمیدارن، با این سنگ ها رو مغز این فرد میکوبونن، این فریادش رو آسمان بلنده. گفتم اینها چه کسانی هستن جبرئیل؟ برای چی اینجوری با سنگ سر اینا رو میکوبونن؟ جبرئیل گفت یا رسول الله، اینها کسانی هستند که از نماز عشا غفلت کردن و انقدر نخوندن تا خوابشون برد، عمدن نخوندن تا خوابشون برد. این مسئله شون استمرار داشت، ادامه داشت تا آخر عمرشون، نه همینطوری بودن. میگفت صبح بلند میشیم یه جا میخونیم، همه رو یه جا روز میخونیم بهتر هست. بسیار، یکی از علما یه خوابی رو تعریف میکنه، خیلی جالب هست، خیلی جالبه. میفرماید که من یه شب خوابیده بودم. یکی از کسانی است که در باره نماز هم صحبت کرده، عرض به خدمتتون این که از اساتید بزرگواری است، خدا رحمتش بکنه انشاءالله. ایشون میگه که من یک حاجتی رو از خدا میخواستم، درخواستی داشتم از خدای تعالی، خواستم هم این بودش که در عالم خواب بهشت و دوزخ رو به من نشون بده و من قبل از مردنم معرفتی نسبت به اون پیدا بکنم. خیلی این کار میکنم، خیلی هم میخواستم از خدا که قبل از اینکه بمیرم حتما این خوابو ببینم، تو خواب اگه شده بهشت و دوزخ رو به من نشون بده یا هر دو رو، من معرفتم نسبت به اینها بیشتر بشه. بالاخره عین الیقین خودش خیلی معرفت انسان رو بیشتر میکنه دیگه، حالا چه در خواب باشه چه در بیداری. میگه اتفاقا مدتی رفتم یه دعای مخصوصی هم تو مفاتیح الجنان دیدم، خوندمش، تا اینکه میگه یه مدتی که گذشت خیلی این دعا رو خوندم، خیلی از خدا خواستم، خواستن پی خواستن. میگه یه شب خواب دیدم که من مردم، خونواده و اطرافیان جمع شدن، مرو غسل دادن، کفنم کردن، وارد قبرستان کردن منو، منم حالا دارم میبینم اینا رو، نماز میت رو بر من خوندن، منو وارد قبر کردن، حالا روح منم همه اینا رو داره مشاهده میکنه. میگه وقتی که من وارد قبر شدم شنیدم، این حدیث از پیغمبرم هست، هم سنی نقل کرده هم شیعه، که وقتی میت رو وارد قبر میکنند، سنگ لحد رو میذارن، خاک ها رو میریزن، همه اون بالا میگن که آقایون بفرمایین سالون فلان برای نهار. پیغمبر فرمون میت همه اینا رو میشنوه که حتی اینا دارن میگن بفرمایین سالون فلان برای نهار. بعد پیغمبر فرمود صدای دور شدن قدم ها رو بالا سر قبرم میشنوه و آخرین فاتحه هایی که اینا دارن میخونن بازم اینها رو میشنوه.
و لذا فریاد میزنه که کسان من، خیشان من، منو چرا اینجا رها کردید میرید؟ من وحشت دارم، شما که من هیچ وقت رها نمیکنید، چرا اینقدر بیرحم شدید؟ هیچ کس صداشو نمیشنوه. اون فرکانس که دیشب جلسه پیش عرض کردم براتون، اون فرکانس صوتی اینجا عرض قابل شنیدن نیست، نمیگیره، این گوش نمیگیره. اینو سنی هم نقل کردن، شیعه هم نقل کرده. ایشون هم میگه که من تو خواب دیدم که منو گذاشتن و خاکا رو ریختن اینا، دیدم که اینا سر صدا کردن و گفتن که آقا بفرمایید بفرمایید تشریف ببرین، هم کجا که برای ناهار بریم فلان اینا. میگه که تا همه رفتن یک ظلمت عجیب محض، میگه من یک وقت دیدم که یک نوری از بالای سرم ظاهر شد، روح من به همراه این نور به راه افتاد. این آیه قرآن هم داریم که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، که میگه بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار الی آخر آیه. میگوید که وارد یک باغ وسیعی شدم که بسیار سرسبز و زیبا بود، طوری که من در دنیا باقی به این زیبایی ندیده بودم. میگه مقداری به جلو رفتم، دیدم عده‌ای بر سر سفره‌های رنگینی نشستند. وقتی که من رو دیدن همه به احترام من بلند شدن، از من پذیرایی کردن. من مقداری از اون میوه‌های لذیذ رو خوردم، بلند شدم که قدمی بزنم تو این محوطه که خیلی سرسبز و زیبا بود. میگفت در حال قدم زدن در این باغ بودم که دفعتاً یه وقت در منطقه تاریکی افتادم. حالا چرا؟ شما دیگه متوجه هستید اول صحبت چی بود. ایشون درخواست داشت از خداوند متعال شبهای زیاد که خدای من یه شب خواب بهشت و دوزخ رو ببینم. این مال بهشتش، میگه یک دفعه به صورت دفعتاً واحده تو یک منطقه تاریکی افتادم، دیدم یه سنگ‌های ریزی مثل پاره‌های آتش از بالای آسمان میاد پایین رو سر ماها. هیچ کس از آسیب این سنگ‌ها در امان نیست. یک فریاد و شیون زیادی از این خلق‌اللهی که اینجا هستن به گوش میرسه. میگم من یهو به ذهنم رسید به خاطر اینکه از این حادثه جون سالم به دست ببرم، جون سالم به در ببرم، دست به دعا برداشتم، شروع کردم قنوت گرفتم، شروع کردم به دعا کردن و نیایش کردن. تا شروع کردم قنوت گرفتم، نیایش کردن و دعا کردن از خدا چیز خواستن، دیدم سنگا از کنار من میره و به من اصابت نمیکنه، در حالی که به دیگران اینا میخوره، اینا فریادشون شیونشون رو هوا بلند هستش. من به اینها گفتم که شماها دارین سنگو به سرتون میخوای؟ گفت آره. گریه زاری، گفتم که خب شما بلند شین مثل من دعا کنین، نیایش کنین، من اینجوری میگم سنگا به من نمیخوره، شما باشین این کارو کنین. گفت ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. گفتم برای چی آخه شما نمیتونیم؟ من که دارم میتونم این کارو انجام بدم. گفت ما در دنیا که بودیم نمازگزار نبودیم، اینجا نمیتوانیم این کاری که تو انجام میدیم و انجام بدیم، ما اهل نماز نبودیم. میگه خب پریدم فهمیدم اون دعایی که میکردم به اجابت رسیده که یه روز خدا یا دوزخ رو به ما نشون بده، بهشت هم نشون بده. یادتونه که آیه ای رو خوندیم، ما سلککم فی سقر، ادامه هایش رو شما بخونید، قالو لم نکمنل مسلین. اما مطلبی که اینجا خیلی اساسی است باید ذکر بشه و به تمام اون عزادارانی که میرن زحمت میکشن، بعضیشون خیلی زحمت زیادی هم میکشن و خرج میدن، مال خرج میکنن، گوسفند میکشن، گاو میکشن، سینه زنی میکنن، زنجیر زنی میکنن، ولی خدای نکرده به نماز اهمیت نمیدند. این دوتا قضیه‌ای که عرض می‌کنم برای شما خیلی مهم هست. در منتهى الآمال در صفحه 636 جلد اول، مرحوم آیت الله قمی که خودش یک محدث بوده و مورخ هم بوده، یعنی تاریخ نگار هم بوده، خب
ایشون نقل میکنه میفرماید که روز عاشورا اینو سید ابن طاووس هم نوشته ها، مقاتل دیگه هم نوشتن، به اینجا اکتفا نکنید شما. روز تاسوعا از نظر عربی یعنی نهم، عاشورا یعنی دهم. روز تاسوعا میفرماین که وقد حوسره، حوسره یعنی محاصره شد حضرت حسین علیه السلام، از هر طرف محاصره شد، یعنی لشکر ابن زیاد ملعون از طرف یزید ملعون آمده بود در کربلا، این لشکر کامل شد، حدود 30,000 لشکر دور این حدود 70 خورده نفر با یه سری زن و بچه مثلا حدود 100 نفر رو گرفت. حوسره، محاصره شد. میگه که اینا که محاصره کردن کار رو تمام دیدن، دیدن دیگه کار تمامه، گفتن دیگه لشکرم نیاز نداریم بیاد، نوشتن که آقا لشکرم نفرست، اینا تعداد کسی نیست اصلا به اینا اضافه بشه، ما خیال میکنیم از کوفه کسی میاد اینا یاری کنه، ولی کارشون تمومه، نزدیک 100 نفرن، چند ساعتی بیشتر با اینا جنگ معطلی نداره. نامه نوشتن به ابن زیاد که ما دیگه هیچی نمیخوایم، همین قبسه. شروع کردن شادمانی کردن، تیراندازی کردن به سمت خیام حرم، بعدم چند تاشون با اسب هجوم آوردن به نزدیکی‌های خیام. ابی عبدالله پشت یک خیمه نشسته بود، سر مبارک رو زانو گذاشته بود، حضرت به آرامی داشت به قول ما یه خواب سبکی رو میکرد. سر مبارک رو بلند کرد، فرمود به حضرت عباس ابن علی برادر خودش، که خیلی جمله جالبی هم هست، حالا باید سر جاشم از این جملات آدم استفاده بکنه، برادرم عباس جانم به فدای تو، چه خبره؟ حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه گفت که اگر اجازه بدید من برم ببینم اینا چی میخوان. رفت ببینه که اینا چی میخوان. گفت آقا چی میخوان؟ گفت چی، ما آماده ایم برای حمله کردن، اگر میخوای بسم الله بیاید و شمشیرها رو بکشید و بجنگین، کار یک سره بشه. عمر سعد ملعون اینو گفت. قمر بنی هاشم سلام الله علیه ببینید یک فرمانده است، سپه سالار جنگه، ولی بدون اجازه کاری انجام نمیده. اینا خیلی درسای اخلاقی سا. آمد خدمت ابی عبدالله علیه السلام، عرضه داشت که برادر جان اینها چنین مطلبی میگن، دستور چیه؟ حضرت فرمود دقت کنید، همه عزادارا دقت بکنن، همه سینه زنای امام حسین دقت بکنیم، همه خرج بده ها دقت بکنیم. حضرت فرمود عباس جان برو به اینها بگو امروز نهم محرم هست، فردا دهم محرمه، امروز تاسوعاست، فردا عاشوراست، به اینها بگو امشب را هم به ما مهلت بدید، ما فردا با شما خواهیم جنگید، اگر خواستید به جنگید فردا به جنگید، ما با شما می جنگید، امشب مهلت بدید. خب قمر بنی هاشم هیچ سوالی نکرد، رفت اونجا گفت آقای ما مولای ما چنین فرموده، اونها هم قبول کردن، برگشتن رفتن کردن فقط امشب و مهلت میدیم بهتون تا فردا، فردا دیگه مهلتی در کار نیست. بسیار خوب، آمدن پرسیدن مهلت چه کار میخوایم بکنیم؟ عده از اصحاب آمدن، حضرت جمله رو ببینید دقت بکنید، امشب ما میخواهیم قدری، شما با دستتون بشمونید، نماز بخوانیم، قدری نماز بخوانیم و دعا کنیم و استغفار کنیم، دعا استغفار نماز. ابی عبدالله اهل نماز نبوده که بگه امشب دیگه حالا ما چند تا نمازمون علیاذ بالله مونده بخونیم ما، نه، حضرت میفرماید که ما امشب میخوایم این کار انجام بدیم. چرا که خدا میداند که من امام حسین علیه السلام دوست دارم نماز خوندن و تلاوت قرآن و کثرت دعا و استغفار را. همه عزاداران امام حسین علیه السلام باید به این تأسی کنند. بعد ایشون میفرماید شد شب، شد آخر شب، شد میگه که اینها آمدن شمر در خیام خودش، لعنت الله علیه، در اون خیام خودش که به اصطلاح چادرهایی که زده بودن در لشکر دشمن با عمر سعد ملعون و اینا همه جمع بودن،
ایشون نوشته در صفحه 636 منتهی الامال، خیلی واقعا جذاب هست مطلبش، خیلی جالب، نوشته که در شب عاشورا ابی عبدالله یه همچی مهلتی گرفته، شده شب عاشورا، درست؟ در شب عاشورا حضرت جمع کرده اصحابو، مواردی داره که مورد بحث ما نیست، همه رو جمع کرده اصحاب رو، الان از اینها مهلت گرفته. خب میگه انقدر صدای مناجات و خوندن نماز و تلاوت قرآن و استغفار و ذکر از این خیام میمد که شبیه شده بود، راوی تاریخ نویس جنگ داره این حرف رو میزنه، کدوی نهل. دوی نهل یعنی لانه های زنبور اساس، یه همچین صدایی، میگه خیام ابی عبدالله این صدا رو پر شده بود توش. شمر ملعون خبیث ترسید که این صدا اثر نظر رو لشکر، اومد شروع کرد فحاشی کردن. یکی از صحابه ابی عبدالله نماز داشت، اون نمازش رو شیکون، نماز مستحبی، رفت به شمر، چند تا از اون حرفایی که واقعیت داشت در زندگی شمر همه رو به رخش آورد و بهش، و شمر خیلی ناراحت بود، گویی نمازه که میکنی قبول نیست، شما فردا همه تون میرین تو دوزخ. او جواب شمر رو داد تا شمر به اصطلاح از میدون به در رفت، یعنی نتونست دیگه پاسخ رو به اون بده، ترک کرد رفت. اون کدوی نه، یعنی نوشتن تمام اینها تا صبح مشغول نماز و دعا و استغفار و تلاوت قرآن بودن. چه کسانی آقایون مشغول نماز خوندن بودن؟ کسانی که قبلش ابی عبدالله تمام جایگاه های اینها رو دون به دون همه رو به اینها نشون داده بود که کجای بهشت شما هستی حبیب ابن مظاهر، جای شما مسلم ابن اوسجه کجای بهشت هست، جای شما در کجای بهشت، جای شما در کجای بهشت، همین رو جای بهشت هم دیده بودن. آقا من و شما اومدن جای بهشت رو بهمون نشون دادن، شما آقا من پیغمبر دارم میگم جای شما آقای فلان یا خانم فلان کجای که بهشته، فردام شهید میشی. میگه خب ما حالا دیگه امشب هم میریم خونه عمه جان یه قرم سبزی اونجا درست کرده به خاطر ما دوست داریم بخوریم فلان، نماز مثلا نمیخواد، مثلا داره میگیم شما نمازی نه دیگه، ما که اهل بهشتیم دیگه، برای چی نماز بخون، واقعیت رو داریم میگیم. ولی نماز یک مسئله است، یک عبادتی است که نه تنها برای اون کسی که واجبه باید بخونه، مستحب بشم یک درجات فوق العاده ای داره که اونی که داره جاشو تو بهش میبینه، میبینه نماز اونجا برای چه ها میکنه، نماز برای چه ها میکنه. این دوتا مطلب، حالا دقت داشته باشید، حدیثی رو که من میخوام براتون بخونم از عرض به خدمتتون که مرحوم آیت الله قمی که زحمت کشیده واقعا این حدیث رو از قول پیغمبر نقل کرده. یک صلواتی محبت بفرمایید. کتابی داره مرحوم آیت الله قمی به نام سفینت البهار. سفینت البهار رو ایشون حدود مثلا داریم میگیم، شاید بگیم حدود مثلا 70 سال پیش، شاید هم بیشتر نوشته باشه، شاید با خودکار بیک و پنتل فلان و روان نویس فلان و اینها هم اون موقع اینها نبوده، خیلی خودکارهای تازه اومده، مداد و حالا هم خودکار اون موقع بوده نبوده، مداد و امثال این قلم ها اینجوری بوده. سفینة البحار یعنی چی؟ کتابی مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه داره به نام بحار الانوار. بحار یعنی همین فصلی که اول سال هست، بحار یعنی دریاها، بحر یعنی دریا، بحار جمع بحر هست یعنی دریاها، انوارم یعنی جمع نور هست، دریاهای نورها، یا همچنین کتاب علامه مجلسی نوشت. همه چی تو این کتاب هست. این کتاب که علامه نشست نوشت 124 جلد امروز چاپ شد، این یک کتاب علامه مجلسی.
124 جلد تقریبا، حالا بعضی جای خود کم یکی دو جلد کمتر و بیشتر داره. لبنان این کتابو چاپ کرد، بیروت چاپ کرد، در ایران هم اخیراً چاپ کردن چند سال پیش. مرحوم آیت الله قمی نشسته این بهار رو کلن خونده، خوب دقت بکنی، این 124 جلد اون موقع رو خونده. کتابی نوشته به نام سفینت البهار، یعنی کشتی بهار الانوار، یعنی هر کی میخواد بره تو بهار، من یک فهرست موضوعی برای بهار نوشتم، سوار این کتاب من بشه، سوار این کشتی سفینه من بشه، بره تو بهار، هر لغتی واژه‌ای رو بخواد بره پیدا کنه، من این کتاب براش نوشتم. این کتاب اسمش گذاشته سفینت البهار. اونجا در جلد دو صفحه 44 از پیغمبر اکرم نقل کرده یک حدیث جالبی رو، فرموده هر کس، پیغمبر فرمود هر کس در امر نماز سستی کند و آن را سبک بشمارد، خداوند متعال او را دچار 15 بلا می کند. دقت بکنید این 15 تا بلا چیه؟ اگر مسلمون باشه ها، اگر مسلمان باشه و نماز رو سبک بشماره، سبک شماردن نماز یعنی چی؟ یعنی لیگ برتر، لیگ اروپا، فوتبال های فلان، موتور پروندنی نم از کجا به کجا، کشتی نمیدونم مثلا چی، وزن برداری نم چی، همه اینا خوب، ورزش بد نیست، تا اونجاش که خوبه، خلاف شرع نباشه خوبه. کارهای دیگه داره، پیامک زنی، پیام رسانی فلان، همه و همه اینها رو ما مقدم داشتیم بر نماز، نه یک روزا، نه دو روزا، مستمرن داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی کارمون استمرار داره، دائما کارمون شده این که نماز رو همیشه بزنیم آخر وقت ادا بکنیم. اصلا به نماز ما توجه و عنایت نداشته باشیم. مسلمون هم هست، ایشون فرموده، پیغمبر فرمود هر کس در امر نماز سستی کند و آن را سبک بشمارد، خداوند متعال او را دوچار 15 بلا می کند. چرا ما گفتیم مسلمون باشه؟ برای اینکه اصلا غیر مسلمون که نماز چی؟ اصلا نمیخونه که، کاری با نماز نداره. خدا اون کسی که غیر مسلمون هست هر چی بخواد تو این دنیا بهش میده، زمینه رو براش باز میکنه که آخرت اصلا با او کاری نداره و به هیچ عنوان از آتش راه نجاتی براش نیست. اما فردی مسلمان هست، نماز رو سبک میشماره، یکی در میون قضا میکنه، محرم میخونه، غیر محرم نمیخونه، دهه اول میخونه، دههای دیگه نمیخونه، ماه رمضون میخونه، بعد ماه رمضون دیگه میگه هازا فراق اون بینی و بینک، برو تا ماه رمضون سال دیگه ما دوباره میخونیمه، الان دیگه کاری باهات نداریم. حضرت فرمود دوچار 15 تا بلا هم در دنیا هم در آخرت میشه. اولیش فرمود کوتاهی عمر، عمرش کوتاه میشه، یک اجلی رو خدا براش مشخص کرده که این باید در فلان تاریخ بمیره به صورت تعلیقی، چون این نماز رو سبک میشماره اجلش رو میندازن جلو، مقدم میدارن، یعنی میندازن جلو. این یک. دوم حضرت فرمود کمی روزی، کمی پول نیست. نگید ما خیلی یادیم نمازشون رو سبک میشورن ولی ماشین پورشه زیر پاشونه، عرض به خدمتتون که تجارت خونهشون فلانه. من یه چیزی برای شما بگم، شما میخواید آدمهای بیچاره و فلاکت زده و بدبخت رو ببینید، به این سوره همزه تو قرآن نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا، مال رو جمع میکنه و عدده، هی میشماره، هی جمع میکنه، الذی جمع مالا و عدده، هی هم میشماره، هی جمع میکنه، هی میشماره، نه خود خورد، نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد. نه اون، عرض به خدمتون که خودش میخوره، نه به دیگران میده، میذاره. یک حدیث امیرالمومنین، چون مورد بحث ما نیست نمیخوایم بهش اشاره بکنیم، خیلی جالبه حدیثش،
بعدن اگر که وقتی فرصت شد یه جایی براتون باید بخونیم که این فرد اینو میذاره اگر دختری پسری کسی داشته باشه نتیجه اون دوماده یا عروسه میشه و این حسرت این مال تو دنیا به دلش میمونه، تو آخرت هم که هیچی نصیبش نیست از این مال، میتونست با این مال خیلی کارها انجام بده، لااقل خودش بره از این مال لذت ببره. کمی روزی که پیغمبر میفرماید کمی پول نیست، کمی روزی یعنی این که قرآن تو سوره طه توضیح داده اینو، معیشت زنکاست در سوره طه فرمود معیشت زنکا نصیبشون میکنیم، کسی که یاد ما را فراموش کنه معیشت زنکا. معیشت زنکا چیه؟ خیلی عوامونه که بخوایم عرض بکنیم، یعنی یک کسی کاسه چه کنم گرفته از صبح میدوه تا شب، میگه چه کنم، بازم فردام یک شنبه هم همینه، دو شنبه هم همینه، پنج شنبه هم همینه، جمعه هم همینه، این کاسه چه کنم و دست این پایین نمید. کمی روزی، اما یه نفر ما 1,000,000 تومان حقوق داره، داره زندگیشو اداره میکنه، خدا هم داره شکر میکنه، تلاش هم داره میکنه، مشقت هم داره ولی اداره هم داره میشه، لذت هم از زندگی میبره، در سال یه بار هم میره مشهد، یه بار میره کربلا، من خیلی از اینا سراغ دارم، طرف واقعا اصلا آدم نگاه میکنه باور نمیکنه، کفش داره پینه میزنه اومده اما خداحافظی میکنه، همچی میکنه، من دارم میرم کربلا، من خیلی پر روی کردم بهش، گفتم از کجا آوردی تو داری میری کربلا؟ گفت خودم هم نمیدونم از کجا اومد دارم میرم کربلا. این یعنی این فرمود کمی روزی. سوم زدودن سیمای صالحان از چهره هش. نگاه به صورت بعضیاشون میکنی از اینایی که نماز و سباک میشن اهل نماز نیستن، آدم حالش به هم میخوره، ولی یه جوون نوجوون خوب و نگاه کن اهل نماز هست، واقعا نگاهش میکنی آدم هی داره دوبارم نگاهش کن، دوست داره دوبارم نگاهش کن، سه بارم نگاهش بکن، لذت میبره از نگاهی، از نگاه کردنی. چهارم عدم پاداش برای اعمالش، یعنی کسی که نماز و سباک بشماره، حدیثای دیگر هم خوندیم دیگه، اصلا به اعمال دیگر شما به من پاسخ بدید نگاه کرده نمیشود، ردت ما سواها. پنجم مستجاب نشدن دعایش، کسی که نماز رو سبک میشماره حضرت فرمود که این دعاش مستجاب نمیشه، هر چی دعا میکنه خودش رو میکشه، چون نماز رو سبک میشماره دعاش اصلا بالا نمیره. ششم حضرت فرمود بهره‌مند نشدن او از دعای صالحان، همینجور نشسته همچی میکنه، شما کجا میرید؟ من میرم احیای شهر 21 ماه مبارک رمضانه، یه مجلسی داریم خیلی خوب داریم، میریم سینه بزنیم برای امام حسین، اونجا خیلی جد. میگه التماس دعا، تو رو خدا برای من دعا کنید، اینم میگه چشم، میره دعاش میکنه. شما کجا داریم میرید؟ ما میریم مکه. کبوتر اگه دیدی منو دعا کن، گربه اگه دیدی منو دعا کن، به هر چیزی توسل پیدا میکنه که این برمیگرد میگه دعام کرد، میگه هر جا من زیر ناودونه طلا، بالای ناودونه طلا، کنار ناودونه طلا، دست راست ناودونه طلا دعا کردم. اینا کربلا بودی زیر گنبد امام حسین، اونجا که دعام حسین همه رو داد کنه، پس چرا این دعاها مستجاب نشود؟ تو نماز رو سبک میشماری، به پیغمبرم بگی دعا کنه برات، دعای پیغمبرم در حق تو مستجاب نخواهد شد، چون بنا نیست مستجاب بشه، برای اینکه تو نماز رو سبک میشماری. هفتم حضرت محمود مرگ ذلت بار، بد جوری جون میده، بد جور جون میده، خیلی بد. بعد هشتمش هم پیغمبر فرمود یا گرسنه از دنیا میره یا تشنه. توی بیمارستانی من بودم، بیماری داشتیم، خدا همه بیماران رو شفا بده انشاءالله، یه بنده خدایی رو آوردم با زیر پیراهن و زیر شلواری، نمیخوام بگم حالا این گونه بودا، گفتم که ایشون چی شد؟ رفت تو اتاق، یهو اینا ریختن بیرون، داد زدن، گفتم چی؟ گفت مرحوم شد. گفتم که زنده بود رفت تو گاره این مرحوم شد. گفتم چرا؟ گفتش که این داشت آبگوش دوست داشت، ما هم آبگوش رو سرم داشتیم میخوریم، لقمه رو ورداشت تو گوش بذاره دهنش، حالش من خب ما همون با لقمهش وردیم وردیمش میبارستیم، بدون لقمه از دنیا رفت. نهم پیغمبر فرمود مأمور شدن فرشته برای شکنجه دادن او در عالم قبر، از زمانی که داخل قبر میشه همه رفتن رستوران برای غذا، این فرد به خاطر سبک شمردن نماز در عالم قبر مورد شکنجه قرار میگیره. دهم
قبرش وقتی همه رفتن قبر دیواره ها شروع میکنه بهش فشار آوردن، میاد بهش زمین باهاش صحبت میکنه، میگه چرا دیوارها به من میاد اینجا که گشاد بود منو گشودن، میگه تو شایسته ما نیستی، ما اگه میتونستیم تو رو میانداختیم بیرون، شایستگی ورود به من زمین رو نداری. دیوارها بهش فشار میاره. یازدهم، کاملا ظلمات محض در قبرشه، به خلاف کسانی که نمازشون رو درست خوندن و نور نماز باشون تو قبر میان، این نوری نداره. دوازدهم، روز قیامت که میشه فرشته ای میاد موی جلو سرشو میگیره با صورت جلوی اهل محشر میکشتش تا ببرتش تو جهنم بندازتش داخل آتش، با صورت روی زمین میکشتش. سیزدهم، شدیدترین حسابرسی رو در قیامت از بین مسلمان ها از این فرد میکنن. چهاردهم، عدم توجه خداوند و برگشتن نظر پروردگار از او هست، هیچ نظر رحمتی به او نداره. و پانزدهم، ابتلا به یک عذاب بسیار سختی می شود در روز قیامت. حالا ارزش داره ما واقعا لیگ اروپا، لیگ برتر، کشتی فلان، بوکس فلان، نمیدونم ژیمناستیک فلان، نمیدونم چی، اینا رو مقدم بشمونیم بر نمازمون و بدون عذر شرعی نمازمون رو از اول وقت به تأخیر بیاندازیم، گرفتار این همه مصائب بشیم؟ واقعا ارزشش رو داره؟ شوهرمون، زنمون، فرزندمون اینها زنگ بزنن بگن که آقا تلفن بزنن حضوری بیان بگن آقا ایشون همه ای کاراش خوبه ها، نماز نمیخون، ایداد بیداد، نمازا رو همه رو قضا میکنه، یه درمیون میخونه، سه درمیون میخونه، دو درمیون میخونه، وقتی هم شروع میکنه به خوندن معلوم نیست، ما که نمیدونیم، آخه دو نفر با هم مسابقه گذاشتن نماز بخونن، اولی گفتش که یه مسابقه هر کی زودتر نمازش رو تموم کرد جایزه مال اون باشه، یه جایزه خوبی هم گذاشتن، گفت باشه، این گفت الله اکبر، اون گفت الله اکبر، او السلام علیکم و رحمت الله، اون به این گفتش که من کاری ندارم جایزه مال تو، ولی من قبلش نیت کردم که من هیچی نگم که جایزه رو ببرم، هیچی نگم بگم السلام علیکم، تو چی گفتی که زودتر از من نماز رو تموم کردی؟ ارزش داره واقعا؟ واقعا ارزشش داره انسان نمازش اینجوری مچاله کنه، داغونش بکنه، از بین ببرتش، حق نماز رو ضایع بکنه، جزء ضایع الصلات ها بشه، تا اینکه مشمول این حدیث پیغمبر بشه، این 15 تا بلا رو داشته باشه. اول بحث عرض کردیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، آقایون جوان ها، آیه دیگه هم در قرآن داریم، اونجا هم داره استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین، نماز مگر آدم خاشع باشه خوب بخونه، اگر خاشع نباشه حق نماز رو ضایع میکنه. بعد فرمود کمک بگیرید از نماز، شما شب کنکور به 100 نفر میگی التماس دعا، فلان خانوم میخواد بچه به دنیا بیاره به 200 نفر میگه التماس دعا، فلان آقا چکش فلان شده میگه التماس دعا، به همه پیام میگه التماس دعا، کربلا منو دعا. به جای این حرفا قرآن خیلی صریح مطلب رو بیان کرده، پشو وضو بگیر، کاری که همه ائمه انجام دادن و همه پیغمبرا انجام دادن تو انجام بده، نه نماز واجب، وضو بگیر، دو رکعت درست و حسابی نماز مستحبی بخون، دستتو بلند کن بعد نماز از خدا چی بخواه، خودت این کار بکن، کارت درست نشد نمازه رو ادامه بده، دوباره دو رکعت دیگه فرداش بخون، همون رو خواستی دو ساعت دیگهش دوباره دو رکعت دیگه نماز بخون، اینقدر نماز بخون از خدا بخواه و بگو پروردگار رو تو گفتی من از نماز کمک بگیرم برای رسیدن به خواستم، من از نماز دارم کمک میگیرم که فلان حاجت منو بدی و فلان گرفتاری منو برطرف کن. نماز این خاصیت رو داره. ما اینا رو ولش کردیم میریم سراغ یه کارهای عجیب و غریب، آقا تو رو خدا گربه دیدی ما رو دعا کن، بابا پشت وضو بگی دو رکعت نماز بخون، راستش حالش نی، هر کار میکنه حالش نی، اونم بره گربه که چی، سگم ببینه خدا نکنه نعوذ بالله اونجا ببینه بازم دعا کنه، دعاش مستجاب نیست. چرا ما نمیخوایم اینها رو درست درک بکنیم؟ چرا راهی که مستقیم و صاف و پاکیزه جلو پای ما هست ازش استفاده نمی کنیم؟ در یک جمله و پیام اخلاقی این بحث در پایان این بحث عرض می کنیم، اون پیام اخلاقی ما این باشه، هممون، من و شما، اوسی نفسی و شما هم همینجور اوسی کم نفس کم،
این پیام اخلاقی داشته باشیم. ما باید از گوهر گرانبهایی که به نام نماز هست و در اختیار ما خدای تعالی گذاشته نهایت استفاده رو بکنیم، نذاریم این گوهر از دست ما بره، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.